دوست دوستای خوبم به کانال موسیقی کیوان خوش اومدید خب ادامه میدیم آموزش زبان آلمانی رو از روی کتاب پلوس پونت دوی سطح آیه کتاب اولش یک تو این ویدیو میخوایم درس پنجم صفحه پنج و رو ادامه بدیم قبل از اینکه بریم با هم آموزش رو داشته باشیم خواهش میکنم از دوستانی که هنوز کانال خودشون رو سابسکرایب نکردن برن بکو این دکمه سابسکرایب و زنگوله هم فعال بکنن و بیان تو جمع ما بریم با هم آموزش رو داشته باشیم خب اون بالا نوشته گراماتیک اسپریشن گراماتیک یعنی گرامر شپشن صحبت کردن در مورد گرامر میخوایم اینجا صحبت بکنیم درای میگه زت فلنگن زت جمع ذات هستش در ذات یعنی جملات رو فلنگن فلنگن Feling یعنی تمدید کردن معنی اصلیش هستش و اینجا به معنای بس دادن یا گسترش دادن هستش میگه این جملات رو بس بدید یا گسترشش بدید خب فلنگن فعل جدید ما هستش یک فعل با قاعده به معنای تمدید کردن یا بست دادن گسترش دادن ایش فلنگه یعنی من تمدید میکنم یا بست میدم گسترش میدم دو فلنگرز تو تمدید میکنی ارزی اس فلنگت یعنی او تمدید میکنه وی فلنگت یعنی ما تمدید میکنیم ای e, فلنگت یعنی شماها تمدید میکنید زی فلنگت یعنی آنها تمدید میکنند خب ادامه میدیم آربایتن زی تو سوایت زی یعنی کار بکنید تو سوایت دوتایی با هم با اون شریک یا پارتنر زبانتون اگر دارید دوتایی با هم کار بکنید شپشن زی دی وی این میگه زی صحبت بکنید دی این جملات رو ابوکسند یک غید هستش و به معنای به چرخشی یا به طور جایگزین وی این بایش بید. مثل این مثالی که داده بس ابوکسند لغت جدید ما یک غید به طور چرخشی یا به طور جایگزین خب مثالی که داده این کافن یوستین ام سامستاگ لیبنز میته خب همه لغتش رو قبلا داشتیم حالا میگه یوستین کافت این این یک فعل جدا شدنیه و برای سوم شخص مفرد دیگه یوستین سوم شخص مفرده و صرفش میشه کافت و فعل جدا شدنی گفتیم بخشی که به اصطلاح جدا میشه از فعل به صورت ثابت در انتهای جمله قرار میگیره و یوستین کافت این قبلا همش رو داشتیم حالا بستش میده یه گسترشش میده یوستین کافت امزمستگ این امزمستگ رو قبلا داشتیم یعنی روز شنبه خرید میکنه یوستین روز شنبه خرید میکنه خب اینجا قید زمان هستش امزامستای قید زمانه حالا بستش میده دوباره یوستین کافت امزامستای چی لیونز میتل این چی میخره مایحتاج زندگی یا خورد و خوراکش رو به اصطلاح در شنبه خرید میکنه خب شماره دو میگه آن قوفن ایش مارتین مورگن خب آن قوفن هم یک فعل جدا شدنی قبلا داشتیم به معنای تلفن زدن خب حالا اینو چجوری مثل مثال بریم میگیم ایش غوف آن یعنی من زنگ میزنم خب حالا ادامهش میدیم ایش قوف مارتین آن یعنی من به مارتین زنگ میزنم حالا بخوایم باز ادامه بدیم ایش قوف مارتین مورگن آن یعنی من فردا به مارتین زنگ میزنم شماره سه میگه آفشتین آفشتین باز یک فعل جدا شدن. یه به معنی بلند شدن یعنی عمل بلند شدن و اولغی که آمورگن امزیبن اوه خب حالا این جمله رو چجوری میریم اولغی که اولغی که سوم شخص مفرد دیگه یعنی زی خب آفشتین برای سوم شخص مفرد میگه شتید آف اولغی که آف یعنی اولغیکه بلند میشه ینی از جا بلند میشه حالا گسترشش بدیم با ا میگه اولغی که شتیت ا مورگن یعنی اولغی که صبح از از جا بلند میشه باز ادامه بدیم با اومزیبن اوه میگیم اول ریکه شدید ام مورگن اوم سیبن اوه اوف میبینید این اوف شدید گفتیم فیل جدا شدنی و قسمت صحبت فیل انتهای جمله میاد اول ریکه شدید ام مورگن اوم سیبن اوه اوف یعنی اولریکه ریکه صبح ساعت هفت از جاش بلند میشه و در نهایت شماره چهار میگه آسکین آسکین باز یک فعل جدا شدنیه به معنی بیرون رفتن وی آنبوخن انده گرنه چجوری بگیم میگیم که وی گین آس یعنی ما بیرون میریم حالا گسترشش بدیم با آنبوخن انده وی گین ان بوخن اند آس یعنی ما آخر هفته بیرون میریم و حالا گرنه هم بهش اضافه بکنیم وی گین گین ام وخننده یعنی ما با کمال می در آخر هفته بیرون میریم خب شما این تمرین رو میتونید همونجوری که نوشته اوکسند یعنی به صورت چرخشی یا به صورت تناوبی میتونید بر برای این یکی مثلا شماره چهار میتونید با سه ترکیب بکنید سه رو با دو اینجوری میتونید تمرین بکنید تا براتون جا بیفته مهم این بود که این فعلای جدا شدنی قسمت ثابت فعل آخر جمله قرار میگیره خب ادامه میدیم تمرین دایبه میگه شپرشن زی دی زیتس نخ این مال تو وی این بایشپیل میگه شپرشن زی صحبت میکنید دی این جملات رو نخ این یه باره دیگه تو تواید دوتایی وی این بایشپیل مثل مثال خب حالا چی میگه میگه یوستین کافت یعنی یوستین خرید میکنه این میبینی کافت این اینجا این گفتیم قسمت جدا شدنی فعل آخر جمله قرار میگیره پایینش گفته یوستین کافت ام این یعنی یوستین روز شنبه خرید میکنه خب منظورش چیه منظورش اینه که مثلا با اون پارتنرتون یا شریکتون اگر نداری خودتون جفتشو بگید دیگه مثلا این میگه یوستین کافت این بعد اون یکی میگه یوستین کافت ام این بعد این یکی میگه یوستین کافت ام لیونز میتل این میبینید به این صورت برای همه جملات اینجوری تمرین بکنید تا مکالمتون قوی بشه خب هدف از تمرین اول میخواست این گرامر فعل های جدا شدنی رو براتون جا بندازه که قسمت ثابت فعل آخر جمله قرار میگیره و هدف از این تمرین میخواد مکالمتون رو تقویت بکنه و از این طریق میخواد قفل زبونتون رو بشکونه و میخواد این صحبت کردن رو براتون روون بکنه خب این به عهده خودتون انجامش بدین بریم برای تمرین بعدی تمرین فیه میگه هرنزی تو اون شپشنزی نخ هرنزی تو یعنی خوب گوش بدین اون شپشنزی نخ نخ شپشن یعنی بعدش تکرار بکنید همجور که میبینید بلنگو داره یعنی این قسمت باید در روی سیدی گوش بدین تا شنوایتون هم نسبت به زبان آلمانی قوی بشه بالاش هم نوشته فلوسی شپشن یعنی به صورت روان صحبت کردن خب متن این مکالمه صفحه 191 192 کتاب هستش من الان مکالمه رو اینجا میذارم میریم بررسیش میکنیم و دوباره برمیگردیم به تمرینات خب میگه ویش بد ایست ویش بد ایست یعنی این چقدر دیر هستش یعنی ساعت چنده منظور اینه که ساعت چنده شما اگر میخواید ساعت رو یکی بپرسید میگید ویش بد ایست یعنی ساعت چنده و بعدی میگه ویفیل فیل او ایست فیل او ایست هم میشه ساعت چنده یک جایگزین یا آلترناتیو برای ویش است هستش اس حالا برای دومی ویفیل او است اس میتونیم مثلا برای کلاس برای مثلا بیزینس ها برای هر چیزی میگیم مثلا میخواد بپرسه که مثلا کلاس ساعت چنده میگه ویفیل فیل او ایستس. یعنی منظور این حالا یه مکالمه ای بوده بین دو نفر حالا میخواد بپرسه حالا ساعت چنده میگه وی فیل او ایستس. یا یه بیزینسیه داره صحبت میکنه مثلا میخواد بپرسه که ساعت چند هستش یا سمیناری مثلا این تفاوتش با ویشپد بد ایستس اینه ویش همیشه برای ساعت به کار میره یعنی میخوای بدونی ساعت چنده آره خلاصه وار که بخوام بهتون بگم ویش بد ایست فقط برای زمانی که ساعت رو میخوای بدونی وی او ایست برای مثلا ساعت یک چیزی ساعت یک کلاس ساعت یک سمینار ساعت یه درس هر چیزی که ساعت شروعش شو بخواین بدونین به کار میره بعدی میگه وان فنگ د کورس آن وان آن فنگن فعل جدا شدنی قبلا داشتیم فعل جدا شدنی بی قاعده هستش واسه فعل های جدا شدنی هم گفتیم دیگه با قاعده داره بی قاعده داره اینجا بی قاعده است میبینید وان یعنی k فنگ یعنی شروع میشه در کورس یعنی این کورس آن کی این کورس شروع میشه بعدی میگه بیس وان گیت در کورس گید گفتیم دیگه مثلا ادامه پیدا میکنه یعنی میره این فعل خیلی کاربردی هستش میگه 20وان یعنی تا کی ادامه پیدا میکنه در کورس این کلاسه تا کی ادامه پیدا میکنه بعدیش میگه وان بگین دی پاوز وان بگینت بگینن بگینن یعنی شروع شدن میگه وان بگین کی شروع میشه دی پاوزه این دی پاوزه یعنی زمان استراحت زمان استراحت رو بهش میگن پاوز تو آلمانی میگه کی این زمان استراحت شروع میشه بعدیش میگه وان هرت در course آف aufhören یعنی تمام شدن خادم پیدا کردن این هم قبلا داشتیم میگه وان کی هرد the کورس این course, course of یعنی کی این کلاس تموم میشه و آخریش هم میگه هست تو هایت ساید هست تو هایت آیا تو امروز ساید زمان داری اگر میخواید بپرسید که یکی زمان داری یا نه میگه هست تو ساید یا هست تو هایت ساید آیا امروز زمان داری خب برگردیم به کتاب تمرین بعدی دیالوگ ترینینگ دیالوگ ترینینگ یعنی تمرین کردن دیالوگ فونف آ میگه همونجور که میبینید بلنگو داره این قسمت هم با سی دی داره باید از روی سی دی گوش بدید تا شنوایتون هم نسبت به زبان آلمانی خوب بشه میگه هورن دن دیالوگ این دیالوگ رو بشنوید اردننزی دان دی زتس یعنی مرتب بکنید دان بعدش دی این جملات رو اون شایبنزی دن دیالوگ اینز هفت بن زیعنی بنویسید دن دیالوگ این دیالوگ رو این ه ه دفتر کال های دفترری که دوش یادداشت میکنه. میگه حالا این دیالوگ رو توی دفترتون بنویسید خب متن این مکالمه صفحه 192 کتاب معان متن مکالمه رو براتون میذارم میرییم تمرین میکنیم و بر می دوباره به تمرین. وب خب من یه بار مکالمه رو از بالا تا پایین میخونم و بعد برمیگردیم نکات رو بررسی می کنیمیم. میگهوان تو م 9 اون 6 او فشت بار. گیه جوگن. کمستو میت؟ وی بیته؟ اوم سکس اوه؟ دان ایست دراوسن الیس نخ گانس رویش؟ اوه وی شون. اوه نین. نین دانکه. میگه وان شتیستو مورگن اوف؟ وان شتیستو مورگن اوف یعنی کی؟ صبح خواب بیدار میشه. افشتیین گفتیم عمل بلند شدین. یعنی از توی جادی بلند شدین. بعد جواب میده اوم um سکس اوه ساعته شیشه صبح. بعد میگه فوشبا یع عجب مثلا شیش صبح کی بلند میشه منظورش اینه فشت بار یعنی افتضاحه یک صفته ادامه میده ایش جوگن میبینید جوگن گین با همدیگه هستش یعنی با جوگن همیشه فعل گین باید بیاری ایش جوگن یعنی من میرم برای به صلاح دویدن دویدن سری رو میگن جوگن کمستون مید همراه من میای جواب میده وی بیته ببخشید اون زکس او ساعت شیش صبح یعنی ببخشید ساعت شیش صبح کی حال داره منظورش اینه خب اینجوری باید بگید مثلا با به صلاح وی بیته اون زکس او اینجوری ادامه میده دن است دراوسن نخ گانس رویش میگه دن به اینکه است دراوسن بیرون آلس همه چی نخ گانس رویش همه چی آرومه میگه ساعت شیش صبح همه چی آرومه معلومه دیگه هیچ که بیرون نیستش به این خاطر ساعت شیش صبح میره جوگن میکنه خب دراوسن قبلا داشتیم دیگه یعنی بیرون آلس یعنی همه چی نخ یعنی هنوز غویش آروم حالا میخوایم تاکید بیشتر بکنیم میگیم گانس غویش یعنی خیلی آروم میبینید و در ادامه میگه او ویشون میگه او در حال مسخرهش میگه ویشون چرا قشنگه اما ناین اما نه نا مرسی ناین دانک نه نا مرسی یعنی همون برای تو تو برو به دو بسته ما رو بزو بخوابیم خب برمیگردیم به تمرین تمرین گفته بود که برید اول دیالوگ رو بشنوید و بعد بیاید اینا اینجا مرتب بکنیم دیالوگ رو بنویسیم این تون باکسه که داده بعد دیالوگ رو مرتب بکنیم خب اولین ای که گفته بود گفته بود که خواب بیدار میشین گفته بود وانش دو مورگن او کی صبح خواب بیدار میشی بعد جواب داد که ساعت 6 صبح دومین جمله میشه اومزکس او بعد گفتش که فوش با یعنی افتضاع لعنتی مثلا ساعت 6 صبح بیدار میشی و بعد گفته بود که من میرم برای دویدنش جوگن بعد میگفتش که با من میای کمستون مید همراه من میای بعد جواب داد وی بیت اوم زکس او ببخش ساعت 6 صبح و بعد دلیل آورده بود که آره بیرون مثلا همه چی آرومه گفته بود دان است دراوسن آلس نوخ گانس غویش و بعد اون یکی جواب داد او ویشن ابا ناین ناین دانکه ببینید اول برید دیالوگ رو گوش بدید و بعد بیایید خودتون بنویسید این باعث میشه که این جملاتی که شنیدید ببینید چقدرش تو ذهنتون مونده دیدید ما رفتیم اونجا دیالوگ رو بررسی کنیم و اینجا اومدیم نوشتیمش تمرین بعدی فونف به میگه ور زاگت واس میگه ور چه کسی زاگت واس چی میگه مارکیرن میت فاربن میگه با یک رنگ این رو علامت گذاری بکنید موتا قوت او دا تخت گلب موتا میگه مثلا مادره اگر میگه با قرمز تخت اگر دختره میگه با زرد در ادامه میگه لیزن زی دان دن دیالوگ تو توی بعد بخونید دن دیالوگ این دیالوگ را تو توی دوتایی با هم دیگه بخونید خب بس متوجه شدیم مادره شیش صبح میشه دختره حال نداره میخواد بس مادره اونیه که میگه به سلا ساعت شیش صبح خواب بیدار میشم اونی هم که حال نداره دختر است حالا بریم توی دیالوگ اون که مادر میگه با قرمز اونی که دختره میگه با زرد علامت گذاری بکنیم دختره میگه وانش دیست تو مورگن آف یعنی که صبح خواب بیدار میشی بس با زرد باید علامت گذاری بکنیم. مادره میگه اوم زکس یعنی ساعت شیش صبح با قرمز علامت گذاری بکنید و بعد دختره میگه فرشت با افتضاع با زرد علامت گذاری بکنید بعد مادره میگه که ایگی جوگن کمس تو میت من میرم برای به صلاح قدم زدن سری با من میای اینو با قرمز علامت گذاری بکنید بعد دختره میگه وی بیت اوم اوه ببخشید ساعت شیش صبح اینو با زرد علامت گذاری بکنید بعد مادره میگه دان است دراوسن آلس نوخ گانس رویش میگه همه چی بیرون هنوز خیلی آرومه بعد دختره در آخر میگه که با زرد علامت گذاری بکنید او وی دانکه به این صورت حالا این دیالوگ رو حسابی با خودتون تمرین بکنید اگر یک شریک دارید با شریکتون دوتایی با همدیگه دیالوگ رو تمرین بکنید خب بریم سراغ تمرین آخر فومتسه میگه شپیشن دن دیالوگ میگه شپیشن صحبت بکنید دن دیالوگ این دیالوگ را درائی سه بار صحبت بکنید از فاتا اون به عنوان پدر و پسر از فرویند اون فرویندین به عنوان دوست و دوست دختر از اون شوسه به عنوان برادر و خواهر یعنی چی یعنی اونجا گفته بود که مادر و دختر نقش ها فقط عوض میشه جملات همونه دیگه این به عهده خودتون گفتیم که این دیالوگ رو تمرین بکنید تا مکالمتون قوی بشه بتونید به راحتی این زبان رو صحبت بکنید خب این آموزش هم اینجا تموم شد امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین تو ویدیو بعدی صفحه 60 از درس پنجم رو ادامه خواهیم داد اگر هنوز از دوستان کسی هست که کانال خودش رو سابسکرایب نکرده بره همین الان به این دکمه سابسکرایب و زنگولش فعال بکنه و بیاد تو جمع ما تا ویدیو بعد خدا نگهدار